مروری بر تحولات چند هفته آغازین 30 سال رهبری آیت الله خامنه ای بر حکومت ایران. او چطور به رهبری رسید؟ سلام بر شما و خوش آمدید به این صفحه دوی ویژه. امروز 30 سال از آغاز رهبری آیت الله خامنه ای در ایران می‌گذرد. او حالا به عنوان یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های سیاسی مخالف مذاکره با غرب به خصوص آمریکا شناخته می‌شود و در داخل ایران هم منتقدانش سرنوشت تاریکی دارند. اما علی خامنه ای 50 ساله در سال 1368 انتخاب روشنی برای رهبری نظام انقلابی ایران نبود. در طی هفته‌های منجر به فوت آیت الله خامنه‌ای و ماه‌های بعد از آن تا حتی سال‌ها بعد قدم به قدم اتفاقاتی افتاد و تلاش‌هایی صورت گرفت تا آیت الله جوان بشود رهبر معظم، اگرچه برخی از تندروهای طرفدارش حالا او را حتی امام می‌خوانند. در این برنامه به همراه همکارم حسین باستانی مروری داریم به اتفاقات و تلاش‌ها به خصوص در روزهای آغازین. حسین، از همین لقب آیت الله شروع بکنیم که برای بسیاری جا نمی‌افتاد که آقای خامنه‌ای رو آیت الله بشه خطاب کرد. بله، ما البته متمرکز فکر میکنم بهتره بشیم روی یک ماه اول بعد از رهبری آیت الله خامنه‌ای که یک ماه تعیین کننده ای بود در جا انداختن رهبری او برای به هر حال افکار عمومی برای مردم ایران، که خب او رو به عنوان یک سیاستمدار مشهور میشناختن، ولی اینکه رهبر بشه و اون هم نه یک حتی عضوی از شورای رهبری شاید نزدیک به ذهنها نبود. خب اگر ما بخوایم که دو روزنامه اصلی اون زمان رو که کیهان و اطلاعات بودن، حالا تنوع مطبوعاتی هم به اون صورت وجود نداشت و هر دو تا هم روزنامه عصر بودن، ملاک قرار بدیم، به عنوان یک شاخصی از نوع تبلیغاتی که در سرتاسر کشور در جریان بود، شاید بیشتر کمکمون بکنه. تصویر اول که امیدوارم حالا کیفیتش خوب باشه، در واقع مال 13 خرداد هست، یعنی روزی که روزنامه‌های عصر در اومدن. این مال اطلاعات اون روز هستش. روزنامه‌های اصر اومدن، چند ساعت مونده تا وقتی که آیت الله خمینی از دنیا بره، چون او در واقع شب 13 یعنی شامگاه 13 خرداد از دنیا میره. 14 اعلام میشه. اگر کسی بخواد از روزنامه‌ها بفهمه چه خبره، کاملا گمراه میشه، چون روزنامه دارن خبر میدن آیت الله خمینی حالش خوب شده. در جاهای مختلف هم مراسم شکرگزاری، حتی مراسم شکرگزاری از داخل کشور، خارج از کشور و امثال اونها. در همون روزنامه 13 خرداد کیهان در واقع صفحه اولش رو اگر که داشته باشیم، تصویر بعدی، آقای مشکینی که رئیس شورای بازنگری قانون اساسی هست، داره گزارش میده از کار مصوبات اون شورا و داره پیشاپیش خبر میده که شرط مرجعیت از رهبری حذف خواهد شد. چند ساعت مونده به درگذشت آقای خمینی و خب بعد شورای بازنگری قانون اساسی هم به هر حال مصوباتش بعداً به رفراندوم باید گذاشته بشه که تصویب بشه نشه، ولی او پیش پیش داره این خبر رو میده. اگه تصویر بعدی رو داشته باشیم، در همون روز، خب این یکی روزنامه اطلاعات هست، خبرهای مختلفی هست. در این خبرها آقای خامنه‌ای رو میبینیم به عنوان حجت الاسلام ازش دارن یاد میکنن. بله. مثلا در واقع در جاهای مختلف سخنرانی کرده، دیدارهای رسمی داشته. این مشخص بوده که در داخل حکومت با چه ادبیاتی از او در واقع یاد میکردن. خب فردای اون روز دیگه خبر درگذشت آیت الله خمینی در روزنامه ها منتشر میشه که 14 خرداد باشه. اگه که تصویر بعدی رو داشته باشیم، خب خبر درگذشت آیت الله خمینی چاپ میشه. حال و هوا همین چیزی است که میبینین. بلافاصله بعدشون، البته روز بعدیش که 15 خرداد باشه، خب تعطیل عمومیه به خاطر 15 خرداد. از 16 مگه دو تا تصویر بعدی رو بتونیم با هم داشته باشیم؟ از 16 دیگه لقب آیت الله خامنه ای یه دفعه میشه، یعنی لقب آقای خامنه ای یه دفعه میشه آیت الله خامنه ای. تا قبلش حجت الاسلام بوده و افکار رومی یه دفعه یه شبه عادت میکنن به اینکه الان دیگه از الان باید با لقب جدیدی در واقع آقای خامنه ای رو بشناسن. خب بعد دیگه بیعت ها شروع میشه، جاهای مختلف شروع میکنن بیعت کردن. خب طبیعتاً یکی از اولین جاها سپاه هست. سپاه در 16 خرداد با ارتش یک بار در یک پیامی بیعت میکنن، ولی سپاهی ها رو جداگانه به حضور میپذیره آقای خامنه ای که خبرش در، حالا اگر تصویر بعدی رو داشته باشیم، 18 خرداد بله در واقع تیتر یک میشه روزنامه اطلاعات. در اونجا آقای خامنه ای که خب به رهبری رسیدنش
در نتیجه نقش مستقیم آقای هاشمی رفسنجانی بوده، اینجا خب یک امتیاز بزرگی رو اعلام میکنه، یعنی آقای رفسنجانی رو به عنوان جانشین فرمانده کل قوا تثبیت میکنه، سمتی که آقای هاشمی رفسنجانی در زمان مرگ آیت الله خمینی داشته. بله. ولی خب رهبر جدید در سال آخر جنگ داشتن، در واقع ماهای آخر جنگ. بله. ولی از اولین تصمیمایی که اعلام میکنه رهبر جدید این بوده که یعنی دیگه مثل در واقع اواخر آقای خمینی، هاشمی رفسنجانی در جایگاهی که میتونه به نیروهای مسلح دستور بده، به سپاه، ارتش و اینها. البته بعدا شهریور خودش استعفا میده، حالا اون داستان جداگانه‌ایه. خب اگه تصویر بعدی رو داشته باشیم، 20 خرداد، حالا تیتر اول کیهان، حالا هاشمیه که داره در واقع یک اقدام متقابلی انجام میده. او داره زمینه رو آماده میکنه برای پذیرش آقای خامنه‌ای در سطح افکار عمومی به عنوان حالا رهبری که مجتهد خب همه میدونن که نیست، یعنی حداقل به امین عنوان شناخته نشده. میگه اون اجتهادی که در واقع به درد مدیریت جامعه میخوره با اون اجتهادی که به صورت مصطلح مطرح فرق میکنه، یعنی حالا یه اجتهاد دیگری هست و اون اجتهادی که همه فکر میکنن فرق میکنه. خب اون اجتهاد میشه آقای خامنه ای که قرار بود جلوتر هم شنیدیم که گفته بودن میخوان اصلا اون مرجعیت و اینها رو از قانون اساسی حذف بکنن، ولی خب هنوز به صورت رفراندوم در نیامده و تایید نشده. بالاخره نقش آقای هاشمی رفسنجانی در انتخاب آقای خامنه ای به عنوان رهبر از اون نقش هایی هست که واقعا کسی تقریبا الان در شکی نداره. حالا همون صحبت های روز انتخاب آقای خامنه ای رو هم بشنویم، به عنوان کسایی که به هر حال سالهای بعد تحولات رو هم دیدیم میتونیم اینو کاملا حس کنیم. بذار اون تصویر اون روز مجلس خبرگان رهبری رو ببینیم. امام جمله درباره آقای خامنه ای گفتن، سندش منم، اگر آیون مایلن من نقل کنم و الا نقل کنم. بله، سند جناب آقای هاشمی است. اون که ما از حضرت امام، البته امام تو این صحبتشون این سندی که امروز خوندیم گفتن چیزایی رو قبول کنید از من که یا نوشته باشه یا تو رادیو گفته باشم، این اون نیست که تو رادیو ایشون نگفتم. اولا منتها ما شاهد 4-5 تا داریم اینجا، میتونیم ما شاهدم داریم. شاهدید؟ بله. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فرد ما میگفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه ای؟ این ماجرای مرجعیت تا چند وقت بعدش ادامه داشت، حتی اینکه بالاخره کسانی که از آقای خمینی تقلید میکردن باید چه بکنن، تکلیف او چه میشه، یه بحث های ماها ادامه پیدا کردن. خیلی سریع جمعش کردن البته، واقعا نگذاشتن که به ماه و اینها بکشه. میخوام بگم تو این رو در همون هفته اول به یه نوعی به صورت رسمی حلش کردن. بله، خب سوال این بود که آقای خمینی تنها رهبر جمهوری اسلامی نبود، حداقل کسانی که در واقع به حکومت ایران اعتقاد داشتن مدافع جمهوری اسلامی بودن که در اون زمان زیاد بودن دیگه، تقلید هم می‌کردند از او. خب حالا تکلیف اینها چی میشه؟ سه تا مرجع اصلی در اون زمان، یعنی مهمترین مراجع مقیم ایران، البته در اون زمان خب طبیعتاً که آیت الله منتظری بودی، که آیت الله گلپایگانی بودی، که آیت الله مرشی نجفی، اینها هیچ کدوم اون ویژگی‌هایی که حکومت می‌خواست، یعنی در اون حدی که می‌خواست، حاضر به همکاری نبودن. اینجا بود که در واقع به فکر افتادن که فرد جدیدی رو مطرح کنن. تو خاطرات هاشمی رفسنجانی این ذکر شده که خب مثلا در جایی ذکر کرده که آقای امینی که نایب رئیس دوم مجلس خبرگان بود، او اومد پلوی من گفت آقای منتظری حاضر به همکاری نیست، حالا در اون حدی که اونها میخواستن، جزئیات ذکر نمیکنه، حاضر به همکاری نیست. هاشمی رفسنجانی میگه که خب ابی نداره، اگه نشود میتوانیم آقای عراقی را مرجع معرفی کنیم. آقای عراقی حاضر به همکاری نیست، یعنی چه کاری رو حاضر نبود آقای منتظری بکنه؟ ببینید آقای منتظری البته خب بعداً بالاخره یک نامه‌ای به آقای خامنه‌ای میده که نامه در واقع ملاتفت‌آمیزی بوده و رهبریش رو تایید میکنه، چون به هر حال هنوز دوست داشته که جمهوری اسلامی سر پا بمونه. ولی اونها در واقع انتظار داشتن که در مسائل فقهی هم مثلا آقای خامنه‌ای رو در حد آیت الله بدونه. خب این چیزی نبوده که او حاضر باشه انجام بده، یا حتی آقای مرشی نجفی و آقای گلپایگانی. آقای عراقی البته در اون زمان، آقای محمد علی عراقی 95 سالش بوده،
برخلاف اون چیزی که شاید تو نظر خیلی ها باشه از اون که اون سالا یاد، یعنی همون روزها یادشون میاد، آقای مرکی اون موقع مرجع نبود، یعنی اعلام مرجعیت نکرده بود، ادعای مرجعیت نکرده بود. البته سطح حوزویش بالا بود، این قابل انکار نیست، ولی در سن 95 سالگی همچین ادعایی رو نکرده بود. خب وضعیت جسمی و به هر حال سن و سالش هم جوری نبود که خیلی تصور کنید که متوجه چیزهایی که مثلا در عرصه سیاست میگذره اساسا هست. حالش خیلی خوب نبود در اون زمان. ولی خب آقای رفسنجانی داره میگه ما میتونیم آقای عراقی رو مرجع معرفی کنیم. چطوری این اتفاق میفته؟ اینطوری اتفاق میفته که اگر ما بتونیم تصویر بعدی رو داشته باشیم، کیهان 21 خرداد بازی رو این شکلی پیش میبرن که یک سری از طلاب نامه مینویسن به 4 نفر از روحانیون ارشد و در اون در واقع خدمت شما عرض شود که میگن خب حالا بعد از آقای خمینی تکلیف چیه، و اون 4 نفر روحانی که حالا بعدن 3 تاشون مرجع میشن که مثلا حالا یکیشون آقای جوادی آملی باشه، یکیشون آقای صانعی باشه، یکیشون آقای نوری حمیدانی باشه و دیگری آقای بنی فضل که سال 86 فوت کرد، اینها در مثلا پاسخ به نامه طلاب مرجعیت آقای عراقی رو تأیید میکنن. یعنی این شکلی آقای عراقی اولین بار مرجع بودنش در نشریات عنوان میشه. خبری که کار کرده صفحه 3 روزنامه کیهان خیلی معنی داره دیگه، تأیید شدن مرجعیت آقای عراقی اون بالاست، تو دلش خبر پشتیبانی حالا آقای عراقی از آقای خامنه‌ای رو زدن. یعنی دو تا خبر در کنار هم میخوره که خیلی به لحاظ سمبولیک، به لحاظ نمادی معنی داره دیگه. یک روحانیون اومدن مرجعیت آقای عراقی رو تایید کردن، بعد حالا کنارش آقای عراقی هم حالا اومده آقای خامنه‌ای رو تایید کرده، در واقع بیعتی کرده به شکلی با آقای و آیت الله خامنه‌ای رو آیت الله لقب داده. خب اینم مسئله مهمی است، چون خیلی ها تا مدت های بعد هم حاضر نشدن این کار رو بکنن از مراجع و نه واقعا اینطور نشد. یعنی همون 3 مرجع اصلی که اشاره کردیم، خب آقای منتظری، آقای مرشی نجفی، آقای گلپایگانی، خب اینها این کارو نکردم. ببینید اساسا تا 8 روز بعد از درگذشت آقای خمینی هیچ کدوم از این 3 مرجع اصلی هیچ پیامی نمیدن و این یک بحران بوده واسه حکومت، باید یه چیزی از اینها میگرفتن. نهایتا اصطلاحا پلیتیکی که میزنن برای اینکه از اولین نفر بگیرن که آقای گلپایگانی بوده، اهمیت آقای گلپایگانی به این بوده که در واقع نماز میت رو بر جنازه آقای خمینی او میخونه. آقای در واقع مهدوی کنی میاد و میانجیگری های انجام میده، اینطور که در خاطرات هاشمی ذکر شده، میاد میگه که خب نامه ای آقای خامنه ای بنویسه، حالا که اون فلبداه نامه ای نیست، آقای خامنه ای نامه بنویسه با آقای گلپایگانی به بهانه تشکر از نماز میتی که خونده، حالا حتی با چند روز تاخیر، و بعد خب طبیعتا دیگه آقای گلپایگانی مجبور بوده جواب بده دیگه، همین اتفاق میفته. خب ما اگه بتونیم تصویر بعدی رو داشته باشیم، روزنامه اطلاعات 23 خرداد که جواب آقای گلپایگانی با آقای خامنه‌ای رو می‌بینیم که به هر حال خب رهبری او رو تایید کرده، نامه ملاتفت آمیزی هست، حجت الاسلام خلید. ولی توش حجت الاسلام و المسلمین نوشته، آیت الله نمی‌نویسه. حالا بازی دیگری رو خب با آقای منتظری پیاده می‌کنن، یعنی این دفعه خب آقای در واقع نادی نجف آبادی که سابقا نماینده مجلس بود از نجف آباد، او میانجیگری‌هایی رو انجام میده. نهایتاً صحبتایی که با آقای هاشمی رفسنجانی انجام میشه، قرار میشه که این کارو بکنن که به هر حال آقای منتظری که به هر حال منتقد شدید جمهوری اسلامی بوده ولی هنوز به میزان انتقاد سالهای بعدیش نرسیده بوده، من حیث المجموع میخواسته که جمهوری اسلامی حفظ بشه، او رو متقاعد میکنن که یک نامه‌ای به آقای خامنه‌ای بنویسه و حالا تلویحاً به معنی تایید رهبریش هستش، با آقای خامنه‌ای هم جواب بده، هر دو تا هم از تلویزیون پخش بشه. خب در 25 خرداد هاشمی رفسنجانی در ما اگه تصویر بعدی رو بتونیم داشته باشیم، 25 خرداد آقای هاشمی رفسنجانی توی خاطراتش نوشته که خب شب میشه تلویزیون نامه آقای منتظری رو پخش میکنه، جواب آقای خامنه‌ای که تعهد شده بود، یعنی توافق شده بود که هر دو تا با هم پخش بشه، پخش نمیکنه. میگه من با آقای خامنه‌ای تماس گرفتم، گفتم چی شد، گفت استخاره کردم، خوب نیامد، در نتیجه اون تعهد رو نقضش میکنه. نقش استخاره هم بسیار مهمه در تمام تصمیماتی که اینی که میبینید در واقع صفحه 18 روزنامه اطلاعات 27 خرداد، صفحه 18، یک صفحه خیلی پرتی، یک گوشه در واقع متن پیام آقای منتظری رو منتشر کردن. و خب مرجع سومی که باقی مونه آقای مرشی نجفی بوده که اون تا 16 روز در واقع پیامی نمیده برای آقای خامنه‌ای، و بعد نهایتاً حالا به هر حال پیامی که در 30 خرداد میده که 31 خرداد روزنامه منتشرش میکنن،
باز دوباره عین پیام دو مرجع دیگه است، یعنی او هم میگه حجت الاسلام و المسلمین. حالا حتی اینجا ممکنه یه سوالی پیش بیاد، ممکنه بعضی بگن خب آیا ما میدونیم که اساساً این مراجع به هیچ کس دیگری میگفتن آیت الله، شاید اصلا رویهشون بوده به هم میگن حجت الاسلام و المسلمین؟ اینطور نبوده. اگه تصویر بعدی رو ببینیم مال 10 روز قبل از درگذشت آیت الله خمینیه که حالا عمل جراحی کرده بوده که حالا اعلام شده بوده که موفقیت‌آمیز بوده. آقای مرشی نجفی و آقای گلپایگانی نامه می‌نویسن با آقای خمینی، تلگرام می‌زنن و همچنین آقای منتظری، هر سه تاشون میگن آیت الله خمینی. بله بله. یعنی مشخص بوده به کسانی میگو، یعنی آیت الله خمینی. بله، من هم شنیده بودم که اینها در میان خودشون همدیگر همیشه حجت الاسلام خطاب می‌کردن، ولی ظاهرا اینطور نبوده. آقای خمینی میگفتن آیت الله، با آقای خامنه‌ای نمیگفتن آیت الله. متوجه شدم. ولی به نظر میاد که این به هر حال رقم کسی که خودش رو در واقع رهبر قبول نداشت، اول از همه خود آقای خامنه ای بود. اگه یادمون باشه درست بلافاصله بعد صحبتایی که آقای رفسنجانی کردن و پخش شد، خود آقای خامنه ای در اون جلسه صحبتایی میکنن که این فیلم اتفاقا اخیراً یک دو سال اخیر هست که خیلی رو اومد و پخش شده. این صحبت ها هم جالبه، اون رو بشنویم. واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهن کرد؟ قطعا قبول نمی کنن. مشخص است که این از تعارفات هست، تعارفات معمول هست، یا واقعا خود آقای خامنه‌ای به هر حال این اعتقادش بوده در مورد خودش؟ به هر حال نگرانی داشته دیگه، یعنی چون حالا بعدا صدا و سیما بعد از اینکه حالا فیلمای پخش شد یه سلسله فیلمای از اون زبان پخش کرد. خب افراد مختلف به هر حال وقتی میان سخنرانی میکنن اینا همه ابراز تردیدهای جدی دارن دیگه در مورد اینکه جایگاه فقهیشون چی هستش. به هر حال به هر شیوه بود لقب آیت الله رو درسته که جا انداختن برای آقای خامنه ای، ولی خب یه لقب دیگر رو هم باید براش جا مینداختن و اون رهبر انقلاب بود. در مورد آقای خمینی رهبر انقلاب، خب چیزی که بیشتر به ذهن متبادر میشد اینه که رهبر یک انقلابی بوده که در 22 بهمن رخ داده شده رهبر انقلاب. اما بعدن این معنی توسعه پیدا کرد به صورت ضمنی به معنی رهبر تمام کسانی در دنیا که به انقلاب ایران ارادت دارن. مثلا رهبر انقلاب این معنی جهانی پیدا کرد. هاشمی رفسنجانی در خاطرات هفته تیر 68ش داره گفتگوی رو ذکر میکنه که با آقای خامنه‌ای داشته، که هاشمی میگه من گفتم که خب مسلمان بقیه جهان میگن که خب پس تکلیف ما چی میشه، باید رهبر انقلاب در واقع به رهبر جدید هم گفته بشه که شامل ما هم بشه. آقای خامنه ای ظاهرا تردیدهایی داشته در این فقره هم. خب این تردیدها ظاهرا برطرف میشه چون در 9 تیر خطبه های نماز جمعه که هاشمی رفسنجانی میخونه تو اونجا ذکر میکنه، میگه خب مسلمانان بقیه کشورها میگن خب پس ما چی، ما رهبر نداشته باشیم، ما هم میخوایم که در واقع داشته باشیم، پس من پیشنهاد میکنم لقب رهبر انقلاب رو برای ایشون به کار بریم. مردم تکبیر میگن، اینم دیگه میچسبه به ادبیات رسمی جمهوری اسلامی. ولی به هر حال با وجود تمام این کارهایی که انجام میشه، خب ما یک ماه اول رو داریم بررسی میکنیم دیگه به عنوان یک نمونه. پایان یک ماه اول به شیوه نمادینی تموم میشه. چجوری؟ به این شیوه که اولین نفر در جمهوری اسلامی، یعنی از مسئولین جمهوری اسلامی، جرأت میکنه از یک تریبون رسمی یک انتقاد مختصری رو، بسیار مختصر رو و غیر مستقیم رو از آقای خامنه‌ای بکنه.
بله. که اون در واقع آقای شهرپسند بوده، نماینده کرج. بله. در یه نطقی که 3 دقیقه هم بیشتر بهش وقت نمیدن اعلام استعفا میکنه، میگه من به این خاطر که وظایف نمایندگی رو نمیتونم، احساس میکنم نمیتونم انجام بدم، و یه انتقاداتی رو هم وضعیت موجود کشور میکنه و بعد واقعا این نماینده رو منهدم میکنن ارکان نظام، یعنی از راهپیمایی امت حزب الله در کرج شعارهای بسیار تند جلوی خونش بیان شیشه‌هاشو بشکنن گرفته، تا نامه‌ای که 154 تا نماینده مجلس می‌نویسن، دیگه توی نامه شهرپسند رو در حد مفسد و محارب و تا اینجاها پیش می‌برن تو اون نامه، و بعد هم به صورت دستگیر میشه، 40 روز در واقع زندانی و بازجویی میشه و برای همیشه به حاشیه میره. خب جالبه که وقتی اگر که داشته باشیم تصویر بعدی رو، وقتی روزنامه‌های اون وقت رو نگاه می‌کنیم واکنش‌های انجام شده به آقای شهرپسند رو می‌بینیم که واکنش خیلی تند و تیزه، افراد پشت سر هم میان سخنرانی می‌کنن، راهپیمایی غیر و ذلک. از نوع واکنش‌هایی که انجام شده خب این تصور ایجاد میشه که خب ببین اون چی گفته، چون هیچ کدوم از اینا که نمیگن اون چی گفته، فقط فحشا شده، یعنی فحشایی که بهش داده میشه رو منعکس کردن. اگه تصویر بعدی رو داشته باشیم، تصویر نامه آقای شهرپسند هست که اگه نگاه بکنید واقعا خیلی سخته، خیلی ملایمه، واقعا بله، سخته بخواهیم بگیم چه گفته، عجیب و مثلا میشه فهمید که آخه کجای این داستان، اصلا اولا هیچ اشارهی که نداره، دیگه ته انتقاداتش میرسه به اینجا که حالا حکومت ما مثل حکومت عدل علی نیست و یه اشارهی میکنه به تغییرات، انتقاداتی میکنه از به تغییراتی که در قانون اساسی صورت گرفته، اینو حالا با رمل و استرولاب میشه فهمید که یک گوشه‌ای ممکنه داشته باشه به وضعیت جدید و اومدن آقای خامنه‌ای، ولی واقعا در همین حد نامه همینه. و این مجلس سوم هست درسته؟ بله. مجلس سوم هست با ریاست آقای کروبی در. بله. بله. البته خب آقای هاشمی رفسنجانی بوده هنوز، ولی بعد میشه رئیس جمهور دیگه آقای کروبی میاد. اون نایب رئیس بوده آقای کروبی. و خب سرنوشت آقای شهرپسند که در پایان یک ماهی که ما بررسیش می‌کردیم در واقع یادآوریش کردیم، یک نمادی بوده از اون چیزی که در 30 سال بعدی اتفاق میفته، یعنی سرنوشتی که برای سایر منتقدین آقای خامنه‌ای در واقع رقم میخوره، البته منتقدین خودی، یعنی آقای شهرپسند نماینده مجلس بوده، وگرنه منتقدان خارج از حکومت که حالا نوع واکنش‌های حکومت در 30 سال بعدی همونطور که در حالا دوره آقای خمینی هم البته کم و بیش همینطور بوده، ولی اونها که دیگه اصلا وارد ابعاد و معادلات کاملا متفاوتی میشه. یه چیزی هم من یادآوری بکنم که تمام به هر حال این چیزایی که در این یک ماه در خصوص یک ماه اول دوران رهبری آقای خامنه‌ای ذکر شد، اینها در واقع به صورت خیلی مفصل‌تر در یک مطلبی که در مورد همون یک ماه اولی رهبری آیت الله خامنه‌ای و اینکه چه جوری افکار عمومی رو آماده کردن برای قرار در پذیرفتن او در این جایگاه، اینکه نشریات چیکار کردن، اینا در یک مطلب مفصلی در وبسایت هم در واقع منتشر شده که اگر که رجوع بکنم. آره اون مطالب رو که حتما من بخونم. باز من یه سوال دیگر رو به عنوان سوال آخر بپرسم. الان باز بحث رهبری و جانشین آقای خامنه‌ای هم مطرح هست. آیا هیچ جنب و جوشی برای جا انداختن چهره دیگه ای آغاز شده به نظر تو الان؟ یا نه فضا خیلی متفاوت هست از اون چی که در سال 68 دیده بودیم و به نظر نمیاد که به این سادگی ها و به اون راحتی که به هر حال آقای خامنه ای رو تونستن، حالا همه این تلاش ها رو صحبتش کردیم، ولی به نظر نمیاد که خیلی کار سختی بوده جا انداختن او بعد از این تلاش ها. آیا الان هم فضا همون شکل هست؟ ببینید یه تفاوت خیلی عمدهش البته در سطح افکار عمومی هست، یعنی در سطح رسانه ها هستش دیگه. شما نگاه کنید رسانه ها، مثلا اون روزی که آقای خمینی شبش از دنیا داشته میرفته، رسانه ها داشتن به همه میگفتن ایشون خوب شد و خب افکار عمومی هم طبیعتا اینو میخریده، یا اینکه مثلا کسی که به حال کسی نمیشناختتش به عنوان مرجع یک دفعه معرفی میشه که مرجع ایشون هست الان، البته بعدا خب حالا بعد از فوت ایشون خود آقای خامنه ای خب میاد دیگه در واقع اعلام مرجعیت میکنه برای داخل کشور هم. حتی الان خب اون فضا نیست و طبیعتا خب در اون زمان که وقتی که آقای خمینی از دنیا رفت، تقریبا نزدیک به 100% داخل حکومت قبولش داشتن و بخش زیادی از جامعه قبولش داشتن. الان این درصدا در داخل حکومت هم خیلی فرق کرده، در داخل جامعه که به شدت فرق کرده. طبیعتا همه چی سخت تر خواهد بود. در نتیجه خب خیلی‌ها دارن به این فکر میکنن که شاید در دوران مثلا بعد از آیت الله خامنه‌ای نقش جاهایی مثل سپاه که قدرت نظامی امنیتی خب مسلط هست جدی‌تر میشه. البته نه اینکه ما فرض بکنیم که نگاه آقای خامنه‌ای برای بعد از خودش یک چیزی در تقابل با نگاه سپاه خواهد بود،
احتمالاً یه چیزی نزدیک هم خواهد بود، ولی برای جا انداختن اون نگاه که لابد نظر خودش رو یک جایی ثبت و ضبط خواهد کرد که ترجیحاتش به طور کلی به کجا میره، اونجایی که باید در واقع این رو به منصه ظهور برسونه در درجه اول قوه قهری خواهد بود که خب نموده خارجیش سپاه پاسداران به نظر میاد باشه. متشکرم همکارم حسین باستانی اینجا با ما و ممنونم از شما که با این صفحه دوی ویژه همراه بودید. این برنامه رو میتونید روی وبسایت ما ببینید، روی سایت یوتیوب هم منتشر میشه، روی فیسبوک و توییتر هم لینک های مربوط به برنامه قرار میگیره. پادکست برنامه هم میتونید بشنوید. شب و روزتون خوش.